نام خدا. سلام بچه ها، قسمت دیگه از موضوعات اصل لانه کبوتری رو با هم دیگه میخوایم پی بگیریم که اختصاص داره به تعمیم اصل لانه کبوتری. مثال های حل شده توی کتاب با هم دیگه کار میکنیم و همچنین کار در کلاس یک دو تا سوال خوب داره که با هم دیگه با پی بگیریم و چند تا مثال جانبی هم بحث میکنیم با هم دیگه که تعمیم اصل لانه کبوتری هم در حالت حل تشریحی هم یه خورده هم تو تست با هم دیگه نگاهی بهش بکنیم که چجوری میشه باهاشون برخورد کرد. حالا تو ادامه جلسه پیشمون میریم سراغ چی؟ موضوعات که اختصاص داره به تعمیم اصل لانه کبوتری. میگفتیم آقا N به اضافه یک کبوتر داشته باشیم یا بیشتر. خود این همین الان اینجا یه نکته است، حواس جمع باشیم. توی انت لانه قرار بگیرن، در این صورت لانه وجود دارد که چی؟ حداقل K به اضافه دو کبوتر توی این قرار گرفته. قبلا مثلا میگفتیم تو حالت سادهش اینجا M تا بود، اینجا N. اینجا میگفتیم حداقل دو تا کبوتر داریم که اگه M از N چی باشه بیشتر باشه دیگه. این وضعیت جدیده، یعنی هم تو همون مسیر تیم که، فقط یه خورده بازی با اعداد مهم هست اینجا. ببینید، پس ما کائن به اضافه کبوتر، این لانه وجود داره که لاقل کای به اضافه یک کبوتر داریم. سه تا بحث داریم. یه جاهای سوال راجع به این تعداد هستش، کبوترها رو از من میخواد. وقتی کبوترها رو از شما میخواد، تعدادش رو معمولا نمیگه تعداد کبوتر کدام است، میگه حداقل کدام است. یعنی تو این تیکه شما چیزی که بهش جواب میدیم مینیمم حالت ممکن است. کائن به اضافه یک مثلا در میان ازش نمیدونم سی، میگه اون حداقل تعداد کبوتر ممکن. یه جایی هست راجع به این تیکه سوال میپرسیم، لانه ها. تو اینجا ماکسیمم حالت رو انگار داریم میپرسیم. یعنی بد نمیگه تعداد لانه ها چقدر است، به شما میگه حداکثر تعداد لانه چند تاست. اینجوری همچین لانه که میگم شما شبیه سازی کردی، لانه یه معنای دیگه میده، باید شبیه سازی انجام بدیم دیگه به سبکی که مثلا جلسه پیش با هم دیگه کار کردیم. یه جایی هم هست اینو میپرسه، لانه وجود داره که چند تا، خودش یک کلمه لاغل هم کنار دستش هست دیگه، چند تا مثلا کبوتر داخلشه. شما وقتی میگی حداقل 10 تا کبوتر داخل یه مثلا لونه ای هست، کای به اضافه که 10 هست و شروع میکنی حساب کتاب کردم. و نگاه کنی یه مثال کتاب حل شده، آها اینجاست، میگه توی اردو دانش آموزی حداقل چند دانش آموز وجود داشته باشن. خب معناش چیه؟ شما الان همین الان قبلی که ادامه بدی، این دانش آموزا کبوترها هستن دیگه، کائن به اضافه که انگار از شما میخواد. تا مطمئن باشیم تو اصلانه کبوتری بحث از چی هستش؟ اطمینانی. یعنی قبل، تا قبل از اون عددی که شما انتخاب میکنی ممکنه صحبت اما اگر اینا پیش بیا، شاید اینطوری نشه، شاید بشه، ولی بعد از اون عددی که تو انتخاب میکنی میگی مطمئنم که این اتفاق میفته. متون عددی خاص تو باید بتونی انتخاب کنی. تا مطمئن بشیم حداقل 7 نفر. ببین حداقل 7 نفر، یعنی حداقل مثلا کا به اضافه یک کبوتر، این کا به اضافه یکه. از همینجا شروع کرده کای به اضافه 1 و مثلا مساوی 7 گذاشته، کارو پیدا کرده 6، ماه تولد یکسان لونه ها حساب میشن برای شما، کبوترا میان تو لونه ها قرار میگیرن، نفرات میان توی ماه هاشون قرار میگیرن، هر نفری برای خودش یه ماه تولد داره میاد تو اون قرار میگیره، این کبوترایی که توی لونه ها قرار میگیرن. میگه خب پس ماه تولد اینمون باید چند تا باشه؟ ماه 12 تا دیگه، 12 تا هم در نظر میگیره. حالا تا کبوترا از بعد میخواستی کائن به اضافه 1 رو بهش تحویل بدم، میگم حداقل 73 تا کبوتر داشته باشم، یا بهتر اینجوری بگم حداقل 73 نفر داشته باشم تا مطمئن بشم که چی؟ 7 نفرشون ماه تولدشون یکسانه. باز یه خورده توضیح اضافه بدم آقا ثابتی، شاید همه این 73 نفری که تو انتخاب کردی همشون فروردینی بودن. میگم دقیقاً همون خود اون فروردین ماهی هستش که لااقل 7 نفر داخلشن، 73 نفر میگه داخلشن. تو حالت توزیع یکسان بعضی ما بچه ها خیلی سریعتر میتونن جواب بدن، سعی میکنن توزیع یکسان داشته باشن. مثلا 73 نفر 12 ماه همه رو مثلا توزیع یکسان کنی، میگه خب 6 تا 6 تا، یه نفر اون آخر مثلا میمونه، اون یه نفر آخر میشن کنار دست مثلا اون یکی از اون ماها نفر تکراری به وجود میاد. یعنی بعضی ما سعی میکنیم با توزیع یکسان به جوابی که میخوام برسم، ولی ممکنه در عمل این توزیع یکسان رو نده. بریم حالا مثالی که توی کار در کلاس صفحه 83 داریم با هم دیگه میبینیم دیگه. سه تا مثال پشت سر هم داریم با هم دیگه حرف بزنیم، حرفاشو ببینیم چی هستش توی این کار در کلاس که اینجا بیان شده. ببینیم سال اول میگه حداقل چند دانش آموز انتخاب بشه. خب این طبق اصل لانه کبوتری، اینجا من یه توضیح، چون سر امتحانم هست دیگه،
دانش آموزا رو من چیکار میکنم؟ به عنوان کبوترها در نظر میگیرم. این آدرس بدید لطفا برای سر امتحان نفع که بفهم با چی طرف هستی شما. خب مطمئن بشم حداقل 10 نفر ماه و روز تولدشون یکسان. وا اینجا یه خورده حواستون جمع باشه، ماه و روز تولد یکسان اینا باید به عنوان چی در نظر بگیرن؟ لونه ها در نظر گرفته باشن. اینه یعنی دیگه ماه چند تا داریم؟ 12 تا داریم. روز تولد هفته شون هم یکسان باشه، 7 روز تو هفته ضرب در 7 70 اونم 14 84 حالت میشه. یعنی 84 حالت دارم ماه و روز تولدشون یکسانه. مثلا فروردین شنبه، فروردین جمعه، اینجوری داریم صحبت میکنیم، یعنی ماهشون و روزشون یکسان باشه. خود اون تاریخ مثلا 17 فروردین رو کار نداریم ما، فروردین شنبه اینجوری داریم کار. از اون فروردین شنبه، خرداد شنبه، از اینا چند تا داریم؟ میگه 84 تا داریم که هر کسی میاد عین کبوتر رو میاد لونه خودش، هر کسی میاد تو ماه روز خودش. باش این تا اینجا دانش آموزا رو ما نمیدونستیم تعداد چقدره. کائن به اضافه یک هنوز علامت سوال، نمیدونم چند تاست. مطمئن بشم حداقل کای به اضافه یک، ببین حداقل 10 نفر. یعنی تو کا به اضافه یک رو داری چند؟ 10. پس کا برای شما میشه چقدر؟ 9. تموم شد. اینو توضیح میدی، شروع میکنیم کائن به اضافه یک رو برای من چیکار کردن؟ حساب کتاب کردن. کامون چند بود گفتی؟ 9. اینم 84 تا به اضافه چند؟ 1 دیگه برای شما حساب کتاب بشه. 9 4 تا حالا اینجا یه 720 اونم که چند تا 306، این 6 که میشه بعدن چه با اون یکی 7، اینم 5، اینم 7، 757 میام میگه آقا حداقل 700 حداقل اینجا بگم حداقل دانش آموز. یه زحمتی هم دارم لطفا سر امتحان این واژه رو بنویسین، طبق اصل لانه کبوتری آدرس بدین که کجا اومد، چه اتفاقی مثلا برای شما و چه جور محاسبات انجام داد. ببینید دانش آموزا انتخابش رو می‌خواست، کلمه‌ای هم که پرسید نیا کنین آخر سر حداقل چند دانش آموز انتخاب کنیم. همونجوری که گفتم راجع به تعداد کبوترات کمترین حالت ممکنه می‌پرسن، از این بیشتر بشن که دیگه مطمئنم خود اینم مطمئنم. این و یک جمله دیگه هم اینجا هست، مطمئن بودن هستش. یعنی ممکنه قبل از انتخاب 757 شما بگی نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه. مثلا وقتی من اینو انتخاب میکنم 750 تا دانش آموز، میگی شاید ماه و روز تولدشون یکسان باشه شاید نباشه، این 10 نفر. ولی وقتی این عدد انتخاب کردی مطمئنم 10 نفر دیگه به بالا و به بالا مثلا شما ماه و روز تولد یکسان رو داری. این از این. سال بعدیمون تو همون صفحه گفته 54 شاخ گل رو حد اکثر تو چند گلدان قرار بدیم. خب مثلا سبک امتحانی اینجا لطفا بنویسین آقا طبق اصل لانه کبوتری. این یاد داشت کنیم 54 شاخ گل رو تو چند گلدان، این گلها میخوام برن تو گلدان ها، یعنی کبوتری که میخوام برن تو لونه ها. میام اینجوری انتخاب میکنم، میگم آقا اون لطفا اون 54 شاخ گل رو شما بر من چی در نظر بگی؟ به عنوان کبوترها. پس من الان 54 تا بودن اینجا دیگه، 54 تا. پس این کائن به اضافه یک تعداد کبوترهامون چقدر هستش؟ 54 تا هست. حد اکثر در چند گلدان قرار بدیم؟ اون گلدان ها رو میخوام در نظر بگیرم به عنوان چی؟ لانه ها. اینو میخواد، این الان سوال، الان از سواله، نمیدونم تعدادشون نمیدونم چقدره. مطمئن بشه، این تا مطمئن شون گلدانی هست که لااقل 5 شاخه کل. خب لااقل 5 شاخه کل یعنی که کا به اضافه 1 5ه. اتوماتیک انجا شما چی رو پیدا میکنین؟ 4 کا. بعد چی میخواد؟ این میخواد تعریف بدید، میذارم اینجا دی تو اون سوال میشه چی؟ 4 n به اضافه 1 مساوی 54، 4 n تو میشه 53، n مون میشه 53 چندم 4. 53/4 عدد اشاریه، مثلا بخوام حساب کتابم عدد طبیعی، تعداد رو شما باید طبیعی تحویل بدین. این رو بعد چیکار می‌کنیم؟ میگه براکت میگیرم. این لحظه‌ای که مثلا تو تعداد به اعداد اشاری و کسری اینا برخورد می‌کنین یه براکت بگین، خیلی دم دست داره. 12 شده 13 و خورده‌ای که میشه چقدر؟ 13 تا.
خب میبینیم پس حداقل باید چند تا انتخاب کنم؟ شما نیستی که صحبت داشتی میکردی حد اکثر چند تا گلدان؟ میگفتی 13 تا. این میشه حد اکثر تعداد گلدان ها. و دوباره چند تا نکته ببینیم. حد اکثر یعنی وقتی راجع به تعداد لانه ها اینجا میپرسه که لانه های ما اینجا گلدان بودن، کلمه چی میاد پشتش؟ حد اکثره میاد. یه جور دارم بهت کد میدم که سر تستا هم چجوری اینو تشخیص بدی. پشت سر مثلا یه واژه‌ای حد اکثر اومد، یعنی که اون راجع به لونه ها داره صحبت میکنه. یا مثلا چند تا گلدان، مثلا چند تا گل صحبت کرد، پشت سرش مثلا چی میپرسید؟ حد اکثر یا حداقل؟ حداقل میپرسید. و الی آخر. سال بعدی منم نکن دوباره تو همینجاست. میگه حداقل چند نفر تو سالن حالا همایش حضور داشته باشن، همایش داره. تا مطمئن شیم. خب اصلان کبوتر یه دیگه اینجا می نویسم براش. آقا طبق اصل لانه کبوتری یه سری آمار به من داده تا مطمئن بشیم که دو نفر، سه نفر، دو حرف اول و دوم فامیلشون غیر تکراریه. اولا اون نفرات شما، نفرات سالون میشن برای شما چی؟ کبوترها. پس شما کائن به اضافه یک رو میخوای دیگه از من دیگه. الان از سواله میخوایش. این داستان دو حرف اول دوم یکسان با غیر تکراری و مثل هم، اون دو حرف اول و دوم غیر تکراری و یکسان، اونا چه؟ اونا میشن چی برای شما؟ میشن لونه ها. یعنی اینو میسازن. حروف اصطلاحا فارسی بخوام صحبت کنیم، 32 تا برای حرف اول حالت داری و حرف بعدی چون قرار غیر تکراری باشه اون هست میشه، 31 تا هم برای این حالت دارین دیگه. خب اینو با هم دیگه ضرب کنیم میشه چقدر؟ دو. این ضربه رو امیدوارم شما تو داشته باشین دیگه. این دو هست رو بین 3 و اینم 6، 9 میشین اینجا و 3 تا 990 شدن 9 دو تا. این میشه تعداد لونه ها برای شما این تا اینجا. مثل توضیحی که خودش داده بود، خودش یه مثال زده بود، گفته مثل مثلا انجال یه مثله کوچولو برم، مثل اون کدوم بود اشتری و اشراقی رو مثلا مثال زد. ببین دو تا حرف اولشون عین همه، تکرار هم نداره، یعنی الف و شین، الف و شین اینجا اومده، تکراری هم در کار نیست. میخوام ببینم من اینا مثلا چند تا حالت میشه. میگی 992 تا حالت میشه، یعنی انگار نفرات به عنوان کبوترها میرن سراغ فامیلی ها، فامیلی هایی که مثلا اینجاشون با هم چی باشه؟ یکسان باشه. دو تا حرف اولشون با هم یکسان باشه. خب باشه، این 992. حالا میگه حداقل 3 نفر این اتفاق براشون افتاده باشه، یعنی کای به اضافه 1 شده باشه چند؟ 3. اینجا شما کار رو پیدا میکنید چند؟ 2. تمام دیگه. آره چی میخواستم؟ نفرات سالن ها کا ان به اضافه 1 رو میخوام، کا 2 اینم 992 به اضافه چند؟ 1. بعد راحت شما میتونید تعداد نفرات رو برای خودت اینجا چیکار کنی؟ پیدا کنی دیگه. این 4 2 تا 18 تا، 1 اینجا 18 اینم 19، 1985 نفر. بهتر بگم حداقل نفرات. اینم از این سوال شماره 3. تو صفحه 83 دو تا مثال حل شده هم هست که خب مثال خیلی سطح پایینی هستن در مقابل با این مثالی که با هم دیگر کردیم. خودتون میتونید یه نگاهی بهش بندازین. یکیش که میشه گفت یه مثال تکراری هست، حتی دو تاش هم میشه گفت مثال تکراری هست، چون توی گراف حداقل دو راست هم درجه رو با هم دیگه چیکار کردیم؟ حل کرده بودیم دیگه. اومده براش یه مثال مثلا اصطلاحاً جانبی گذاشته که از همون کاربرد استفاده می‌کنه دیگه. این دو تا مثال به شما. من میام چیکار می‌کنم بچه‌ها؟ حالا این مثالی که میخوام حل کنم برای شما، یه سه تا مثال پشت سرم. اس یه زیر مجموعه 115 عضویه از اعضا طبیعی در تقسیم اعضای اس بر 27 به طور یقین چند عضو داره؟ باقامانده چی هن؟ یکسان هن. چی میخوای؟ ببین نگفته یک تا 115 ها، منظور 115 تا عضو بوده. حالا من نباید فکر کنم یک دو تا 115 ها در رو حرف میزنیم. 115 تا عضو اعضا طبیعی داشتیم. این اعضای اس چند تا هست؟ اعضای اس اونا رو میگیم چی؟ کبوترها. که شما میگی کائن به اضافه یک، پس چند؟ 115 تا اینجا. البته اینم بنویسیم چون اگه مثلا این سال تست بوده من دارم تشریحش میکنم، پس بنویسیم آقا طبق اصل لانه کبوتری رو مثلا براش بنویسیم که بفهم داستان چی. خب اعضای کبوتر ها میشه. تا
تقسیم بر 27 میکنی، چون صحبت باقی‌مانده هم هست، این شما تقسیم بر 27 میکنی، باقی‌مانده که امکان داره بیاد 0 1 2 تا نهایتا 26 دیگه، 27 حالت میشه، 0 هم هست دیگه، اونا رو میگیم لونه ها. یعنی هر عددی میاد لونه خودش رو میگیره، هر عددی میاد باقی‌مانده خودش رو تصاحب میکنه، یعنی کبوترها که میان لونه های خودشون رو میگیرن. پس اینو من اینجا بنویسم باشه، آقا باقی‌مانده های تقسیم بر 27 که شما میگی 0 هست، 1 هست تا 26 تا اینا هستن، اینا رو میگیم چی؟ لونه ها. لونه ها بر شما نقش چی رو بازی میکرد؟ n رو بازی میکرد. چند تا هستن؟ الان میگی 27 تا هم مثلا اینا داریم. خب n داری، کائن به اضافه یک اینجا هستش، قرار میدم اینجا دیگه میشه 27، 27 کا به اضافه 1 مثلا 115، این 27 114. دوباره به مبحث چی برخورد کردیم؟ کسری اشاری. مثل مثالی که تو کتاب هم حرکت کردن به اشاری برخورد کردن تو پیدا کردن کائن، یه براکت باید بگیر اینجا دیگه، درسته؟ این مدلی هست. خب چقدر میشه؟ میگین 114 27 4 خورده ای برکت چقدر میشه؟ 4. کا 4، بله، ولی اون جوابی که من میخوام بزنم اینجا خیلی از بچه‌ها اشتباه میکنن، یعنی گزینه چیزی میذارم 4 سری 4 رو میذارم. ادامه اصل لانه کبوتری چی بود؟ اون تهش میگفت لانه وجود دارد که لااقل کا به اضافه 1 تا. پس ببین چند عذار باقی‌مانده یکسان هستن، اینو میخوای جواب بدی بهش اینجوری صحبت میکنی دیگه، لانه وجود دارد که لااقل کا به اضافه 1، کا به اضافه 1 یعنی چی؟ 5 تا کبوتر در آن است. معناش چی میشه؟ معناش چی میشه؟ دارم تشریحی می‌نویسم. پس لانه وجود دارد یعنی باقی مانده‌ای وجود دارد که لااقل 5 تا کبوتر، یعنی چی؟ عدد 5 تا عضو اس در آن است. خب یعنی حداقل 5 تا عضو اس هم باقی ماندن هم لونه ان. میذارم چی؟ عدد 5 رو میزنم. این چیزی که باید تو گزینه ها بزنیم این 5 است، حواستون باشه. یه مثال دیگه بزنیم با هم دیگه. این مثال میگه حداقل چند عضو از این مجموعه، مجموعه 2 تا 2 3 4 تا 30 هستش، انتخاب کنیم تا با اطمینان بگیم صحبت چی هستش، لانه کبوتر. تا با اطمینان بگیم لااقل 2 تاشون داره مقسوم علیه غیر از یک هستن. خب یه خورده اینو باید حواس جمع کار کنیم. ببینیم بچه ها این تیکش باز اینجا اگه طبق اصل لانه کبوتری رو مثلا نوشته باشم و اینا، طبق اصل لانه کبوتری شما میگی حداقل دو تا اون کای به اضافه یک رو مثلا شما دو انتخاب کردی دیگه، پس کا باید چند باشه؟ کا باید یک باشه تو محاسبات ما. این تیکه مقسوم علیه غیر از یک داشته باشم یعنی عامل مشترک چیه؟ داشته باشن دیگه. صحبت عامل مشترک داشتن، تو عامل مشترک هم بحث بس عدد اول دیگه، اون یه تجزیه ای مثلا باید انجام بدی که عدد اول ظاهر بشه دیگه. عدد اول اینجا رو برام بنویس، از 2 3 تا 4 مثلا 30 عدد اول رو برام رو کن. اعداد اول 2 هست، 3 هست، 5 هست، 7 هست، 11 هست، ان شاء الله که حفظین، اینجا 19 هم هست، 23 نو دیگه تمام دیگه، اینا هم دیگه نه بشمونیمشون 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. 10 تا اینا رو میگیم لونه، در نظر میگیم برای شما لونه ها، یعنی این اعداد اول رو به عنوان لانه ها در نظر میگیریم که تعدادشون چند تا باشه؟ میگین 10 تا باشه دیگه، درست؟ یعنی چی ها ثابتی؟ ببین انگار میخوام اعداد اینا رو نگفتم اصلا، اصلا این اعداد میان تو این لونه ها قرار میگه، اعدادی که انتخاب میکنی انگار مثلا میگی دو انتخاب کنم، سه انتخاب کنم، اینجوری دارم بدبینانه هم یه جور نگاه کنم به قضیه، دو انتخاب کنم، مثلا 10 تا عدد انتخاب کنی که مثلا از بین اینا باشه، اینا از اولا عامل مشترک با هم ندارند مطمئنم، یکی دیگه انتخاب کنی بجز اینا اون وقت 100% بالاخره اون عدد اول نیست، مرکبه، مرکبه بالاخره با یکی اینا چی هستش؟ هم عامله دیگه، عدد تا بی‌نهایت که نرفته که. پس من چی میخوام انتخاب کنم؟ کائن به اضافه یعنی تعداد کبوترها رو میخوام الان. کامون چنده؟ 1. اینمون چنده؟ 10. به اضافه 1 11 تا حداقل شما باید کبوتر انتخاب کنی تا
تا مثلا مطمئن باشی دو تاشون مقصومانه غیر یک دارن، یعنی مطمئن باشی که عامل مشترک رو دارن. یه خورده سریع تر اگه میخواستم حل کنم، اعدای اول اینجا ردیف میکردم برای خودم، میگفتم چند تاست؟ میگفت 10 تا. میگفتم تو از اینا میخوای اینا رو انتخاب کنی دیگه؟ بعد بینانه به قضیه نگاه کنی، این 10 تا باشند اولا عامل مشترک ندارم، یکی دیگه انتخاب کنم غیر از ایناست، پس حتما با این عامل مشترک دارن. یعنی 11 انتخاب میکردم سری دیگه. این نوشتار مدرسه ایشه که مثلا آدرس میدی آقا چیکار کردم چیکار نکردم، کی کبوتره کی نمیدونم لونه است و این حرفا. منتها دیگه خودمونی هم بعضی ما میشه تستا رو هوا زد دیگه. اینم از این سوال. بریم مثال دیگه. اینم تست جالبیه، میشه گفت که یه تست خیلی آشناست که من اسم نمیخوام ببرم، حالا کدوم ساله که شما دید پیدا کنیم، میخوام تشریحی طور مثلا کنیم. یه مجموعه بند داده 5 8 11 تا 71 به صورت دنباله عددی مرتب شده، خوب واقعیت هم داره دیگه، این سه تا سه تا داره میره به سمت چی؟ بالا، 5 8 11 الی آخر. باش مرتب شد. یه زیر مجموعه حداقل چند عضوی انتخاب کنیم، اون تعداد کبوترا رو میخواد ببین، از یه مجموعه میخواد ببین چند کبوتر باید استخراج کنه. اون تعداد کبوتر، یعنی این تیکه که یک زیر مجموعه چند عضو انتخاب کنیم، تعداد کبوترها رو از شما چیه میخواد، یعنی کائن به اضافه یک رو میخواد. تا با اطمینان بگویم که جمع مثلا لااقل دو تاشون بشه چی؟ 82. اولا این لااقل دو تا یعنی کا به اضافه یک دو، پس کا تو محاسبات ما چنده؟ یکه. درست شد. حالا جمع 82 خیلی مهمه. جمع 82 اصلا داری؟ دو تا که جمع 82 در بیاریم از شما داریم دیگه. مثلا اون 71 اون آخریه با 11، 5 که نمیشه دیگه، 71 و 11 اینجوری بنویسم 11، اینا با هم جمع چی میدم به شما؟ جمع 82 میدم دیگه. چی دیگه ببینم بازم هست یا نه؟ هرچی که الان سه تا بیام عقب تا 68 با کی میشه؟ اینم سه تا میاد جدا میشن 14. انگار سه تا دارم از این کم میکنم، سه تا به این اضافه میکنم، میشه 68 و 14 هم جمع چی به شما میده؟ 82 مثلا چند دو دیگه، 70 82 تا دیگه. دوباره این سه تا، این سه تا ردیف میکنم، همین سه انگار دارم بغلا میام پایین. این 58 جا مونده، حواسم بهشون هست. سه تا دیگه بیا 62، اینم سه تا بیا میشه چند؟ 20. بریم دوباره سه تا مثلا این روز کمش کنم میشه 59، سه تا این میشه چند؟ 23. بعد بسته های دو تا دو تایی دارم می‌نویسم که جمعشون 82 بشه. اینجوری سه تا دیگه بیا 56، 26. آره دیگه بریم سه تا دیگه 53، 29. بریم سه تا دیگه 56، 50، اونم سه تا دیگه بهش اضافه کنم میشن 32. اینا هستن بازم هست دیگه، فکر کنم دیگه دیگه سه تا ازش شام کنم 47، اینم چند؟ 35، اینا هم همون تو اونجا هست. سه تا دیگه اینا زورگان 44، اینجا هم میشه چند؟ 38. این سه تا دیگه میشه 41. 41 41 فقط یه دونه است دیگه، جفتی نیست که. یه دونه هم 5 موند و 8. ببینید الان لانه کبوتری ما برخورد کردیم تو این سوال که لونه هامون دو تا دو تایی اومدیم هم اندازه اصطلاحاً دیگه حساب کردیم، جمعش 82 شده، مثلا سه تا اضافه مونده. عین مثلا اونجا که اون مثال مثلث رو حل می‌کردم میگفتم حواستون باشه مثلث‌ها تیکه تیکه می‌کنی هم اندازه باشن خونه‌هاش. الان اینجا هم خونه‌هاش هم اندازه ان، سه تا خونه انگار اضافی داری. این سه تا رو فعلا ندید بگیر لطفاً، این سه تا خونه. میخوایم مثلا یه کاری کنیم که مثلا جمعشون 82 در بیاد دیگه، یعنی کبوترایی که میخوای انتخاب کنی بیان تو این لونه ها قرار بگیرن، کبوترایی که انتخاب میکنن بیان تو این لونه ها قرار بگیرن. دو تا چند تا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. پس من اینمون 10 تا لونه است. کائن به اضافه یکتون، کائتون که گفتی یک، اینمون هم که چند؟ 10. به اضافه یک جوابش میشه 11 تا. 11 تا کبوتر انتخاب کنی حداقل جمع شد اومده، منتها شاید هم از اینا هم انتخاب کرده باشی. ببین پس اون تعداد حداقل کبوترها رو میخوای جواب بدی، میگی 11 به اضافه 3 14 رو من جواب میدی. عادی بخوام نگاه کنم، یه خورده مثلا ساده تر به قضیه نگاه کنم، میگم آقا تو جمعای 82 رو به من ردیف کردی، نادرم سرعتی هم میکنم، جمعای 82 رو به من ردیف کردم،
بدبینانه به قضیه نیا کنه. ببینید چند جا تو این بحثای لانه کبوتری یه خورده تو توضیحات مثلا میرم نمیفهممش، کم میارم، درک نمیکنم سوالو، میگم بدبینانه به قضیه نگاه کن. بدبینانه به قضیه نگاه کنم، تو یه کاری کن جمع 82 نشه، عدد انتخاب کن، اینو انتخاب میکنم 1 2، اینو انتخاب میکنم 3، اصلا این با چیزی جمعش 82 نمیشه، 3 تا اینجا انتخاب کردم. بعد حالا بعدی چهارمی رو از یکی از انتخاب کن، نه جفتش ها، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، دهمی، یازدهمی، دوازدهمی، سیزدهمی، چهاردهمی رو دیگه انتخاب کنی، مجبور یکی اینا رو انتخاب کنی، جمعش چی میشه برای شما؟ حتما میشه 82 میذین 14. همیشه این نحوه سرعتی حل کردنه. چجوری؟ بدبینانه به قضیه نگاه کردن. آقا تو جمع 82 میخوای؟ نمیخوام جمع 82 باشه. دیگه اون تیپ میفهمه. آقا نمیخوای جمع 82 باشه. اینو انتخاب کن، اینو انتخاب کن، اینو انتخاب کن. این 71 رو انتخاب کن. اینو مثلا 14 رو انتخاب کن. اینو مثلا 17 رو انتخاب کن. اینو 62 رو انتخاب کن. میام میگه خب تا اینجا 13 تا انتخاب کردم جمع 82 نشده. یکی دیگه انتخاب کنم دیگه مجبوری از اینا انتخاب کنی که جمع 82 میشه، میگه 14 تا. سرعت یاری کردن دیگه. پس ما تو لانه کبوتری چند تا چیز یادمون نره. کائن به اضافه یک کبوترها، این لونه ها، حداقل کائن به اضافه یک تا مثلا اون خاصیت رو دارند. کائن پیدا کردنی یادتون باشه که به راکت بزنی براش، عدد طبیعی پیدا میکنی. اگه احیانا خواستیم بگیم حداقل چند تا کبوتر، اون یادتون باشه کا کبوتر نمیگیم، کائن به اضافه یک کبوتر رو میگیم. اینا تمام. آقا بعضی موقع تو حل مسائل رو کبوتری بزن تو کار بدبینانه بودن. آقا بدبینانه به قضیه.